فصل چهارم. مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم. اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد، تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: پدر، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. می ترسم تمام آن زحماتی را که تاکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید، مگر من مثل شما نشدم. من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را درآورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند، تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم، تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات میگوید نمیشنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه میتوان این طور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر میشود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا کتاب مقدس می فرماید: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای، و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای، فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران، بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود،
فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می‌داد و امروز نیز همینطور است. اما کتاب مقدس چه می‌گوید؟ می‌فرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می‌باشیم.